من معاون پارلمانی شدم ولی 6 ماه تحریم بودم. صندلیا همه روش نوشته مال کیه؟ زرقامی یک نافرمان بزرگ بود. چهرهایی که در قدرت هستند، مسئولیت دارن، دور میشن از قدرت و به نوعی روشن فکر میشن. نمیشه آدما یه مسئولیت مشخص اجرایی مهم داشته باشن بعد هر روزم بخوان اپوزیسیون باشن. من معتقد به اجتهاد رسانه. هر کار کردم من گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، من نمیرم برای سخنرانی. گفتن چرا؟ گفتم انتخابات من در مزانم. مثلا با قوه قضاییه هم شما درگیر چه دستور داد؟ گفت صدا و سیما رو دیگه تو جلسات راه ندید. شما در آستانه مذاکره میرید میگید ما خزانه‌مون خالیه. من گفتم آقای روحانی نگید، شما دیگه رئیس جمهورید. تموم شد انتخابات. به همین دلیل کشور شرطی شد، کشور جلو نرفت، تولید ما پا نگرفت. همون نظراتی که در مورد خاتمی دارید الان داری؟ مهندس موسوی زحمت کشیده، خاتمی زحمت کشیده، آقای هاشمی زحمت کشیده، احمدی نژاد همینطور. اما من خیلی تفاوت میبینم بین اون چه که در واقع در حرف حضرت عالی است با عمله. نزدیکان من مردم توده‌های خیابون هستن. تفاوتی داره اون صحبت کردن با این گفتگو رو در روی اصلاح طلبا نتونستن از این پیچ عبور کنن. 15 نقطه برجسته در مورد شخصیت های احمدی نژاد رو ذکر کردید، گفت شخصیت جهانی. دقیقاً همینا رو گفتن. منتها برای اینکه شما مطلب رو درست منتقل کنی، من در مورد آقای خاتمی هم وقتی آقای خاتمی در سال 84 دولت رو تحویل داد، در همون مراسم تجلیل از خاتمی در صدا و سیما حرفای بسیار جدی زدم راجع به ایشون. شما که میره اینو همچین جوان میدونه اونم برو شما درس کرده. یه روز اومده بود صدا و سیما صبح تا شب بازدید کرده. آفرین. یعنی چی شخصیت جهانی؟ یعنی این که وقتی حرف میزنه مخاطب جهانی داره. با این اوصاف شما جورج فلوید هم باید شخصیت جهانی بود. نه ببین، اگر اینطور باشه شما برو بگو که کیم کارداشیان هم 200 میلیون فالوور داره، این هم شخصیت جهانیه. من که کیم کارداشیان رو نمیگم. نه شارگردن من قبول میکنی آقای عزیز؟ خب مهندسی به این چیز نمیاده.